سلام، من اومدم با یه تویچ دیگه. خب اول یه فیدبک بهم بدین که ببینم صدای منو دارین ندارین، چطوری هست؟ فکر کنم که صدامو دیگه دارین. شروع کنم دیگه استپو. خب این استپ دوم من هستش در مورد تایپ ها، و مبحثی که اولش میخوام شروع کنم در مورد کلاس ها هستش. خب کلاس ها مجموعی از چند متدن که تشکیل دهنده یک کلاس میشن. شما یه همچین کارخونه رو در نظر بگیرین که بخش های مختلفی داره، مثل حسابداری دیگه، بسته بندی، نگهداری دیگه مونتاژ بندی و غیره. خب بخش های مختلف دیگه کلاس هم مثل یک کارخونه میمونن که هر بخشش میشه یه متد. حالا متد چیه؟ بریم متدم توضیح بدم و بعد وارد کدمون بشیم. متد ها یا تابه یه تکه کد هستن که برای ما میتونه یه عملیات خاصی رو انجام بده، مثل دستگاه که یه گوشه از کارخونه داره یه کاری رو انجام میده. این تکه کد ها میتونن هم ورودی داشته باشن و هم خروجی. در واقع من میتونم مثالی که براتون بزنم بگم که من یه کدی مینویسم اینجا به فرض، و این کد رو این دستگاه اجرا میکنه و در واقع چطوری بگم که کدی که ما دادیم رو اجرا میکنه، و هر موقع من کاری داشته باشم صداش میکنم، میگم که این دستگاه برامون کارها رو انجام بده. خب حالا من چطوری میتونم این دستگاه رو صدا بزنم، یا اصلا چطوری بهش ورودی بدم که یه محصولی رو برام اینجا تولید کنه و بهم خروجی بده؟ اینطوری چیکار میتونم بکنم؟ بریم با هم دیگه توی قسمت کد ها ببینیم. خب من توی تویچ استپ اولم این محیط برنامه نویسی رو تعریف کردم، توضیحش دادم، و حالا میخوام بگم که چطوری میتونم اول یه کلاسی توش ایجاد کنم. خب کلاس ها رو میایم روی اسم برنامه‌مون میزنیم، کلیک راست میکنیم و بعد گزینه اد رو پیدا میکنیم. میتونیم از اینجا گزینه کلاس رو انتخاب کنیم و یه کلاس اد کنیم، یا اینکه گزینه نیو آیتم رو میزنیم و از اینجا کلاسی که میخوایم رو اد میکنیم. و توی این قسمت هم میتونیم نیم کلاس رو بنویسیم. برای انتخاب نیم باید حروف اولش بزرگ باشه و باقی حروف کوچیک باشه، و بعد گزینه اد رو میزنیم. و من اینجا کلاسم رو اد کردم، الان کنسل میکنم که با هم بریم کلاسم بریم. من یه کلاس اد کردم به اسم کلاس یوزر. کلاس ها کلاسی که من دوش اد کردم دو تا متد توش تعریف کردم، یه دونه متد فول نیم و یه متد برفده. حالا به این متد ها رو براتون توضیح بدم. خب متد هامون یه نوع داده دارن که من اینجا پابلیک انتخاب کردم. در واقع میشه سطح دسترسی اون متدمون. سطح دسترسی عمومی داریم، خصوصی داریم و حفاظت شده، که الان پابلیک نوع سطح دسترسی عمومی هستش. اگر پرایویت بود میشد خصوصی، و اگر پروتکتد بود میشد سطح دسترسی حفاظت شده. حالا فرقشون چیه؟ من میام کنار گوشه بایستم. خب اگر میخوام فرقشون بگم، پابلیک یعنی همونطور که میدونیم عمومی دیگه. من میتونم این متد رو توی هر چند تا کلاسی که احتیاجش دارم صدا کنم و ازش استفاده کنم. در واقع مثل همون دستگاهیه که توی کارخونه داریم و هر موقع بخوام چیزی رو باش تولید کنم این متد رو صدا میکنم، میگم متد فول نیم
عزیزم بیا اینجا، من کارت دارم، بیا برام اینو تولیدش کن. اما اگر نوعش پرایویت بود یا پروتکتد بود، فقط توی سطح همین کلاس یوزر میتونستم ازش استفاده کنم، یعنی نمیتونستم بیام توی کلاس پروگرامم ازش استفاده کنم. این فرقشونه. اینجا تو این قسمت رو براتون توضیح دادم، حالا بریم قسمت بعدیش. نوع داده خروجی متدم رو استرینگ انتخاب کردم. میتونستم اینت یا کر یا هر چیز دیگه‌ای که دوست داشتم، البته باید نوعش مشخص شده باشه، انتخاب کنم. من استرینگ دوست داشتم چون میخواستم که یک رشته برام تولید کنه. و اینجا هم اسم متد من هستش که من فول نیم براش انتخاب کردم. و بعد توی پرانتز ورودی های تابم رو تعریف کردم که من دوتا ورودی دارم، یکی ورودی فرست نیم و یکی هم لست نیم هم هستش که یکیش جفتش هم از نوعشون استرینگ هستش. و اینجا کارایشو میگم. توی متدم، توی قسمت اصلی متدم که دستورات تابر باید دونستم، نوشتم که ریترن کن، یعنی برای من برگردون مقداری که کاربر وارد کرده رو، فرست نیم رو با یه فاصله بچسبون کنار لست نیم. در واقع میخوام که اسم کوچیکش رو با یه فاصله بچسبون کنار فامیلیش. و خب این از این متد. متد بعدی من اسمش برفدیه و همونطور که مثل متد قبلی کارایش مثل همونه تعریفش. و اینجا منتها سه تا ورودی دارم، یه دونه سال، یکی ماه و یکی امروز. ما اگه نگاه کنیم در واقع تاریخ تولد عدده، میتونستم از نوع اینت بگیرم، اما من عددو اگه بخوام از نوع اینت بگیرم برای عملیات ریاضی ازش استفاده میکنم، نه اینکه بخوام مثل رشته کنار هم دیگه بچینمشون، مثل حروف کنار هم بچینم. برای همین چون میخوام کنار هم دیگه بچینمشون، از نوع استرینگ گرفتم. و داخل برنامه متدم کد اصلیشو نوشتم و ریترن کمای من برگردون سال رو با یه بک اسلش بچسبون کنار ما، باز دوباره با یه بک اسلش بچسبون کنار روز. حالا بریم توی برنامه ببینیم مثلا من چرا اینا رو تعریفش کردم. خب توی کلاس پروگرامم، کلاس اصلی برنامه، اومدم گفتم کلاس یوزر بود که اونجا تعریفش کردم، بیا یه دونه اسم مستعار بهش بده، بگو هدیه. خب مساویش کن، یه نمونه ازش اینجا میسازیم توی این کلاس. من در واقع یه نمونه از اون کلاس توی این کلاس ساختم. خب کارای برنامه من اینه که من میخوام از کارمندم بگم اسم تو، فامیلی تو و از تاریخ تولدتو برای من وارد کن و من بعدا اینو برات خوشگلاسیونش میکنم، بهت نشون میدم. خب خروجی برنامه رو بگیرم همزمان با خروجی براتون توضیح بدم. خب برنامه که اجرا بشه، من اینجا دستور دادم آقا کنسول رایت لاین چاپ کن برای من رو صفحه وقتی برنامه بالا اومد که لطفا خواهش میکنم اسم تو وارد کن. با انتر کمینینگ بودم پلیس انتر یور نیم، میگم باشه چشم، اسمم وارد میکنم، میگم من هدیه. میگه خب من گفتم اینجا با string first name مساوی کنسول دات رید لاین، در واقع دستوری هستش کنسول رید لاین که من از کاربر اسمو میگیرم، یعنی توی این خروجی من از کاربر اسمو میگیرم. و گفتم تو اینو گرفتی بریزش توی این first name، حتما هم از نوع حروف باشه ها، عدد نزنه، عدد زد خطا بده. توی خط بعدیش گفتم اینو گرفتی بیا حالا بگو فامیلیت هم وارد کن. خب میگم چشم، فامیلی من سزاه، منو سزا صدا کن. و اینم وقتی فامیلیشو وارد میکنه میرزه توی قسمت لست نیم، همونی که توی اون متد تعریف کردم. بعد از همه اینا میگه حالا بیا تاریخ تولدتو وارد کن، من با یه اینتر میتونم تاریخ تولدم وارد کنم. خب همینطور که میبینین من تاریخ و ماه و روز رو گفتم هر کدوم توی یه خط بهم وارد کن. میگم باشه چشم، هرچی تو بگی. خب میگیم سال 80م، ماه 1م و متولد روز 13م. خب این خوشکلاسیونش حال کاری نداشته باشین تا من کدش رو توضیح بدم براتون. خب همه اینا رو گرفتم، آخرش میگم که کنسول دات فورگراند کالر مساوی کنسول کالر دات بلو،
آقا همه اطلاعات رو گرفتی؟ الان میخوام رنگ فونت اون اطلاعات هم رو برام آبی کنیم. کدوم اطلاعات رو میگم؟ اول چاپ کن بگو فول نیم تو هستش؟ نوشته your full name is. اون فرست نیمه بود که بالا گرفتی، با اون لست نیمه بود که گرفتی توی متد فول نیممون که اونجا تعریف کردیم. به تو دستور فول نیم گفتم که یه اسپیس بزن، یه فاصله بزن بین این دوتا. از اون کلاسه بود که بهش اسم مستعار دادم، گفتم هدی اینو برام چاپش کن با این دستور. خب اینجا چاپ میکنه، میگه هدی سزا، و بعد کنسول ریست کالر رو میزنم که آقا اینجا اینو چاپ کردی، ریست کالر کن، رنگو پاک کن، نمیخوام دیگه با این رنگ بزنی. و مجدد گفتم که بیا کنسول کالر رنگ آبی فیروزه‌ای برام بزن. و بعدش هم که میگم چاپ کن، تاریخ تولد تو هستش، سال و ماه و روز رو بگیر که بالا گرفتیم. توی متد برفده از کلاس نام مستعار هدی برام چاپش کن. که هم تو گاینینگ گفتیم که برفده شما هستش، تاریخ تولد شما هستش 13/1/80. خب این بود از قسمت کلاس ها. قسمت بعدی که میخوام توضیح بدم بریم توی پاورپوینتمون، در مورد پروپرتی ها هستش. پروپرتی ها رو هم میخوام ترجیح میدم برم توی خود کدم براتون اینو بگم، چون خیلی قشنگه. خب اینجا هم مثل اون قسمت اومدم اول درش یک کلاس تعریف کردم، گفتم یک کلاس امپلویه من دارم، یعنی یک کلاس کارمند دارم، توش یه متغیر تعریف کردم به اسم آیدی. بعد اومدم گفتم خب دوتا متدم براش تعریف کن، دوتا متدم تعریفش مثل همون کلاس قبلیه دیگه. اسم متد اولم ست آیدیه، یه دونه مقدار داره. اسم متد دومم گت آیدیه و اصلا مقداری نداره. خب توی متد اولم که ست آیدیه، ست یعنی بنویس، یعنی تو یه چیزی بنویس. خب گت یعنی خوندن. حالا ببینیم یعنی چی اصلا، چی کاری میکنه. توی متدم تعریف کردم، گفتم this.id مساوی آیدی. خب این آیدیه بود که اینجا تعریفش کردیم، نوعش هم اینت بود. و قرارش بده ما متغیری که بعدن تو اون یک کلاس دیگه تعریفش میکنیم، این دوتا رو مقدارش رو با هم دیگه برابر قرار بده، یکیان میگیم باشه. دیس یعنی تو همین کلاس، این آیدیه برابره با این آیدیه این متد ورودی این متد. اوکی. توی متد بعدی که گت آیدیه میگم آقا ریترن کن، برام برگردون this.id این مقداری که دادیم. حالا بریم توی پروگراممون، کلاس پروگراممون، و مثل همون متد، همون یکی برنامه اومدم از کلاس امپلویم یه دونه ساختم اینجا، یه نمونه اینجا ساختم با اسم مستعار EM. گفتم خب EM بود کلاس EM هم داد ستایدیش کن، اون متد ستایدیش رو صدا کن بگو بیا میخوام یه چیزی باردت کنم. من مقدار 2021 یعنی اون آیدی کارمندم 2021 قرار میدم. میگم خب اگه حالا میخوام برام خیلی قشنگ و شیک چاپش کنیم، میگم console.writeline کد کارمند شما هستش. میایم خط پایین میگیم حالا کد کارمند رو برام چاپ کن. میگیم باز console.writeline em.getid کد این getid میخونه دیگه، فقط کارش خوندنه. حالا میخوایم getش کنیم ببینیم get میکنه نمیکنه. خب همینطور که این گت کرد، گفته میده your id employee is کد کارمند شما هست 2021. خب این از این. همینطور که میدونیم دات نت و سی شارپ همچنان در حال پیشرفته، و پروپرتی هم گفتن چرا ما پیشرفت میکنیم، ما هم پیشرفت میکنیم آقا. دیگه نیاز نیست ما بیاییم توی این اواخر بخوایم متد تعریف کنیم برای پروپرتی ها. دیگه میام یه دونه متد براش تعریف میکنیم، و به جای اینکه آکولات باز کنیم و کلی توش کد و اینو بنویسیم، همه رو توی دو خط خلاصش میکنیم. خیلی شیک و مجلسی. خب اینجا مثل همون یکی کدم، مادم گفتم که یه دونه متغیر دارم به اسم آیدی، بعد بیا برام یه متد تعریف کن بازم اسم آیدی، مقداری نده اینجا، بیا تو متدم یه دونه گت بنویس یه دونه ست بنویس. حالا میخوام بگم این گت منو چجوری بخونه. میگم مساوی، علامت کوچیکتر مساوی کوچیکتر بزرگتر میذارم به جای اون آکولادا و اینا،
یعنی به جای اینکه بیام مثلا گیج کنم از این آکولادا اینجا بذارم جلوش، دیگه میگم مساوی علامت کوچیکتر بزرگتر برابر قرار بده با این آیدیه و یعنی بخونه اینو و در آخر خط بعدی هم گفتم که ست کنه همین مثل همون مساوی علامت کوچکتر بزرگتر آیدی مساوی ولیو، یعنی یه مقدار بهش بده. و توی کلاس پروگرام هم اومدم دوباره مثل همون برنامه یه نمونه ازش ساختم و اینجا مقدار دادم بهش، گفتم کلاس ای ام هم بود اون آیدیه، بهش بگو که تو مقدارت از 21. آخرم گفتم که عزیزم دل بندم تو چاپ کن برای من em.idio. میگه باشه چشم. و آخرم که برام مقداری که دادم رو چاپ میکنه. خب در کنار همه اینا ما میتونیم برنامه رو دستکاری کنیم، بگیم آقا من فقط میخوام که ست کنم، یعنی فقط یه مقداری بنویسم توش. خب چیکار کنم؟ ما وقتی بخوایم ست کنیم، یعنی در واقع رایت بهش میگن، عملیات رایت کردن یعنی نوشتن. من خب فقط میخوام رایت کنم دیگه، عملیات ست رو میذارم توش بمونه و گت رو پاک میکنم. خب گت رو پاک کنم یعنی من چیزی رو نمیخوام بخونم دیگه. ببینین بودو بودو اون بند اینجا زیرش رو خط قرمز کشید، یعنی تو اینو داداش نمیتونی بخونی، پاکش کن، اشتباهه. تو گفتی گت نمیخوام بکنم دیگه، پس اینم پاک کن، تو نمیخوای چیزی رو بخونی. و اینم پاک میکنیم، تموم میشه. این میشه عملیات رایت. حالا من دوباره کنترل زد بزنم برگردونم برنامه‌مو. من میگم آقا من میخوام گت کنم، فقط بخونم حالا، اما نمیخوام ست کنم، هیچ مقداری نمیخوام توش بنویسم. اینجا میام مقدار ستمو پاک میکنم. خب نمیخوای ارور بدی؟ ارورم داد. خب em.id ارور داد، گفت آقا نمیتونی، منو گفتی من ست ندارم، منو باید پاک کنی. اینجا اینو پاک میکنی، یعنی ما مقداری نداریم و فقط و فقط میشه کد برنامه‌مون میشه رید اونلی و فقط و فقط میخونه به همین راحتی. خب تویچ من تموم شد، امیدوارم که یه چیز خوب و مفید یاد گرفته باشین امشب. نظراتتون رو برام توی کانال یوتیوب CS Internship بنویسین، میام میخونم. بای.